سلام به ویدیو دیگری از مجموعه ویدیوهای صندلی فرست کلاس زندگی من کدام است. خیلی خوش اومدید. یکی از دلایلی که احتمالاً شما الان دارین این ویدیو رو نگاه میکنین یا توی اینستاگرام پرسه میزنین یا الان مشغول دیدن یه ویدیو توی یوتیوب هستین یا در هر فضای مجازی دیگه مشغول کردین خودتونو، این هستش که یه کار خیلی مهمی روی میزتون مونده و باید انجامش بدین. مثلا یه اسایمنتی رو انجام بدین، یه پروژه رو به پایان برسونین و یا یه کار خیلی مهمی رو که قرار انجام بدین، یه نامه مهمی رو بفرستین، اما به این نتیجه رسیدین که تنبل هستین و انگیزه ندارین که اون کار رو انجام بدین، لذا با ما هستین. من امروز میخوام چند تا راهکار به شما بدم که راهکارهای عملی و ساده هستن برای اینکه بتونن مسائل ما رو حل بکنن. همراه من باشین. من سینا دژنوادی هستم. وقتی به مسئله اثربخشی و کارآمدی توی زندگی دقت میکنیم و بهش توجه میکنیم، باید بدونیم که برای پروداکتیویتی بیشتر، افیشنسی بیشتر و کارآمدی بیشتر راهکارهای بلند مدت وجود داره و راهکارهای کوتاه مدت. راهکارهای بلند مدت مثل اینه که باید نظم بیشتری به زندگیمون بدیم، انضباطمون بیشتر باشه، منیجمنت تایممون بهتر باشه، یا اینکه عادتهای بدمون رو چجوری بتونیم در مرور زمان اونها رو اصلاح بکنیم، عادتهای بد رو کنار بگذاریم. اینا همه فرایندهای بلند مدت هم. ولی امروز میخوام در مورد چند تا راهکار براتون صحبت کنم که در کوتاه مدت میتونه به ما کمک بکنه که انگیزمون رو حفظ بکنیم، چون انگیزه بحث کوتاه مدت و از دست دادنش نیاز به راهکارهای سریع داره. همراه من باشید. اگه یه کاری تو دستتونه که باید انجامش بدین ولی انگیزه لازم رو ندارین و تنبلی میکنین برای انجامش، یه فرایند 4 مرحله‌ای هستش به صورت عملی که اونو به شما میگم. مطالعات نشون داده که این فرایند 4 مرحله‌ای میتونه مغز شما رو که تو یک شرایط خاصی شما رو تشویق میکنه که یک کاری رو کنار بگذارید رو توی مسیر مجدد درست قرار بده و شما به نتیجه ایدالتون برسید. قدم شماره 1 و اولین راه این هستش که همین الان از جاتون بلند شین، کفشاتون رو بپوشین، برین توی خیابون و شروع کنین به قدم زدن. این یکی از کارهایی که احتمالاً مغزتون درجا باش مخالفت میکنه. دلیلش همین هستش که آیا الان کار داری؟ تازه میخوای وقتتو تلف کنی، ول کنی، بلند شی بری بیرون. اما خاطرتون باشه اون مغزی که مهالود شده، قبار گرفتتش، نیازی به ریفرش شدن داره، نیازی به خالی شدن داره. وقتی که شما قدم میزنید و بیرون میرید، از اکسیژن هوای بیرون استفاده میکنید، اون باعث میشه که شما اون فکر مهالودتون که خیلی چیزها باعث مشوش شدن شده رو خالیش بکنید. یه نکته خیلی مهم دیگری که وجود داره این هستش که اشعه یووی که دارای ویتامین دی هستش باعث میشه که خستگی و خواب‌آلودگی و تنبلی از شما دور بشه. اینو مطالعات نشون داده. بحثی که دارم میکنم پایه اساس علمی داره. آقای جان ریتی در کتاب سپارک در مورد ریشه های علمی این داستان و اینکه ورزش کردن، ورکاوت کردن، پیاده روی کردن چقدر میتونه در انعطاف پذیری ذهن ما تاثیر مثبت داشته باشه صحبت کرده. راهکار شماره 2 اینه که فقط و فقط بر یک کار متمرکز بشیم. همه ما عادت داریم صبح به صبح که بلند میشیم یه تودو لیستی داشته باشیم، لیستی از کارهایی که باید انجام بدیم و این خودش یکی از چیزهاییه که باعث میشه که ذهن ما مدام از یک کار به یک کار دیگری پرش داشته باشه. یکی از راهکارهایی که میتونید استفاده بکنید برای اینکه برگردید انگیزتون رو حفظ بکنید اینه که تمرکز به یک کار بکنید. در هر زمانی فقط به یک کار توجه بکنید و اون کار رو تموم بکنید. از وسوسه این که برید چند تا کار مختلف رو در یک زمان انجام بدید حتما دوری بفرمایید. فضای اطرافتون رو، میز کارتون رو، جایی که دارین کار میکنین و قرار اون پروژه رو انجام بدین یا اسایمنت رو انجام بدین مرتب بکنید.
این داستانی که من دارم برای شما میگم مخصوصا در مورد کارهایی که نیاز به توجه و تمرکز ذهنی داره بسیار بسیار مؤثره. شاید بهترین کسایی که بتونن با این صحبت من ارتباط احساسی برقرار بکنن آشپزا هستن. سرآشپزا میدونن که چقدر مهمه برای طبخ یک غذای درجه یک با کیفیت برای یه رستوران خیلی شیک و کلاسی نیاز هستش که چاقوها چجوری چیده شده باشن، وسایلی که میخواد توشون غذا درست کنن، حتی ادویه هایی که میخوان استفاده بکنن چجوری توی آشپزخونه شون چیده شده باشه تا اونها بتونن به بهترین نه و به بهترین کیفیت نتیجه رو که میخوان از طبخ اون غذا به دست بیارن. کارم همینطوره. محیط اطرافتون وقتی که تایدی باشه، تمیز باشه، مرتب باشه، اون نظم اطراف زندگی شما به شما کمک میکنه که بتونید به راحتی بیشتری تمرکز بفرمایید روی کاری رو که دارین انجام میدید. آخرین و چهارمین راهکار این استش که بدونید صفحه سفید دشمن به نتیجه رسیدن کارهای شماست. خیلی از ما میخوایم همه کارها عالی انجام بشه، باید بریم تحقیقات انجام بدیم. من خودم برای نوشتن ویدیوهام متنش که بخوام تهیه کنم بارها به این نقطه میرسم که آره من میخوام در مورد این موضوعی که توی ذهنم صحبت بکنم حتما بهتره برم تحقیقات بیشتری بکنم، مقالاتی که راجع به این قضیه نوشته شده رو پیدا بکنم، کتابایی که نوشته شده، سخنانی که راجع به این قضیه صحبت شده که بتونم پروف داشته باشم، پشتیبان خوبی برای حرفام داشته باشم. اما اگر حرکت نکنم، شروع به نوشتن اون مطلبی که توی ذهنم هستش نکنم، هیچ وقت اون روی کاغذ نمیاد و هیچ وقت اون کار انجام نمیشه. لذا بهتره اون کاری که میخوان انجام بدین از کاری کم اهمیت تر یا کارهایی که ساده تره شروع بکنید، چارچوب هایی که میخواین انجام بدی رو بسازید. ممکنه یه جاهای نیاز به تحقیق داشته باشه، مطالعه داشته باشه، اینها بیاین اون نقطه هایی که گپ هستش رو خالی بذارین و بعدن اونها رو تکمیل بکنید. تکمیل کردن همیشه راحت تر از شروع کردن. یادتون نره اگر شروع نکنید هیچ کاری انجام نمیشه. سخت نگیرید، دنبال تعالی و نمیدونم پرفکشنیست بودن نباشید. کارتون رو تو هر مرحله‌ای که میتونید انجام بدید شروع کنید و دستتون رو بزنید روش. این باعث میشه که تعهد بیشتری در آینده پیدا بکنید که اون کار رو تموم بکنید. خیلی ممنونم که با من هستید و اینکه در مورد انگیزه با ما مسائلتون رو مطرح میکنید. خیلی متشکرم. امیدوارم که بتونیم در این ویدیوها به شما کمک بکنیم که بهترین و مهمترین ابزار زندگی رو در دستتون همیشه داشته باشین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.